سلام شنوندگان عزیز، به نظر شما این دو نفر این موقع شب با عمو شریف چیکار دارن؟ خب بریم ببینیم چه خبره. عمو شریف؟ بله، چی میخواد؟ سلام، شب بخیر، من اناریان هستم، رئیس شرکت اناریچکان. پیرشی بابا، این وقت شب چه کار میتونم برادون بکنم؟ میخواستم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. عمو شریف، شرکت ما تازه تأسیس شده و ما میخوام که یه کارخانه تولید کنسانتره انار رو اندازی کنیم. این که خیلی خوبه، من چه کار میتونم برای شما بکنم؟ ما میخواستیم واقع شما رو برای تأسیس یه کارخانه اجاره بکنم. بابا جا، من دیگه پیر شدم، ناتوان شدم، بچه‌های منم رفتن شهر، اونجا زندگی میکنن، کسی اینجا نیست به شما کمک کنه. مهم نیست عمو جان، ما واقع شما رو به غیرت خوبی اجرا میکنیم، لطفا فردا تشریف بیارین دفتر ما. دفتر شما آقا؟ بله، دفتر شرکت انارچگان. دفتر شما کجاست؟ همینجا یه خورده بالاتر تو جاده مارو به طرف قله برفخونه. عجیبه، نمیدونستم اونجا دفترم هست. اون بالای کوه؟ ای آقا، این روزا روی کوه هم خونه میسازن و صحبت از سفر به کره ماه برای ساختن ویلا در سواحل اونجا. جدن؟ جلال خالق، نمیدونستم. به هر حال فردا منتظر شما هستیم. فعلا شب بخیر عمو شریف. شب بخیر بابا جان. راستی عمو شریف یه خواهش دارم. بفرمایین، چی میگی؟ درباره این موضوع با کسی صحبت نکنید. به هر حال ما رقبایی داریم و امکان داره که. متوجهم بابا جان، خیالتون راحت. آفرین عمو شریف، خدا حافظ. آقای انارلو. آقای عمو شریف، من اناریان هستم نه انارلو، قربونت برم. درسته، یادم نبود، میخواستم بپرسم که پیشنهاد شما چقدر آقای اناریان؟ پیشنهاد ما ماهی 1,000,000,000 تومان برای اجاره است. چی؟ 1,000,000,000 تومان؟ درست شنیدین، 1,000,000,000 تومان. دربارش فکر کنین. شب بخیر. 1,000,000 تومان! 1,000,000 تومان! عمو شریف! کیه؟ چیه؟ منم گوشت طلا، نترس بابا جان! گوشت طلا؟ منو نصف عمر کردی ای بلا! عمو شریف، ببینم کی بود پشت در ها؟ هیچی! یه بنده خدا! یه کاسه! کاسه؟ اونم این موقع شب عمو شریف ماره؟ ای بابا، چرا اینقدر سوال میکنی؟ برو میگه بخواب گوشتلا. سلام شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید استان انارخیز ما یکی از مناطق اصلی و بزرگ تولید انار میباشد. کنسانتره انار به صورتهای مختلف استفاده میشود. آب انار، رب انار، ترشی، لواشک، شربت، اصاره ببخشید و موارد دیگر از جمله مصارف این میوه زیبای بهشتی است. دهنم آب افتاد، دلم به تپ تپ افتاد. هی داد، هی حوار، به دادم برسیم بدبخت شدم. عموشریم بازم شروع جم. علیکه سلام، چی شده؟ چرا حوار میکشی؟ بدبخت شدم ننه. ننه باقم از دستم را آب، زندگی از دستم را بالا سخاکی به سر کنم ای خدا. آروم باشو برامون تعریف کن چی شده عموشریم. عمو شریف، خودم هم فرمایش. شما که هنوز تو باقی نعمو شری. یعنی چی؟ خب معلومه است، باید کجا باشم؟ نه نشد دیگه، ما اینجا رو خریدیم عمو شریف. خریدیم؟ از کی خریدیم؟ از آقای اناریان، شرکت اونا اینجا رو به ما فروختن. فروختن؟ یعنی چی؟ چی فروختن؟ ببین پدر جان، اینجا به ما فروخته شده طبق این سند. گوش کن پدر جان، این اثر انگشت خودته، نکنه میخوای بگی که این اثر انگشت بابامه. ببین پدر جون، فقط 3 روز بهت وقت میدیم تا اینجا رو خالی کنی، وگرنه نراحت نباش درست میشه.
سلام عمو شریف. سلام بی سلام، با وکیلم صحبت کنیم. سلام علیکم، سند لطفا. سند داره چی؟ من وکیل قانونی عمو شریف هستم، باید سند رو کامل بخونم. با عرض احترام و تفاق لطفا سکوت رعایت کنید. من باید یه توضیح بدم، چون پدر مرحوم عمو شریف مثل خودشون اهل حساب کتاب و بسیار صرفه‌جو بودن، لذا چون نمیخواستن از کاغذ زیاد استفاده کنن به ناچار وصیت خودشون رو در انتهای سند و بر روی برگه‌های خالی اون نوشتن. خداوند قرین رحمتشون کنه. پسرم، من از دو جور آدم خیلی بدم میاد، آدم تنبل و آدم خسیس. بنابراین بعد از فوت من باید برای باغ خرج کنی و به درخت ها برسی. کسی صاحب اصلی باغ است که درخت های باغ را سر حال نگه دارد. وصیت من به تو پسرم این است که باید تا 85 سالگی باغ پر از درخت انار بشه و در کنار آن کارخانه تولید کنسانتره باشه و آب انار تولید کنه، وگرنه باغ در اختیار کسی دیگه قرار میگیره. اونا خیلی بدجنسن، این موضوع را میدونستم. اما شریف بگو ببینم چند سالته؟ 84 سال. ماشاءالله، اصلا بهتون نمیخوره عمو شریف. آره، مثل قلیه یزدی، هرچی انار میخوره بیشتر ارزش پیدا میکنه. حالا باید چی کار کنیم عمو؟ باید فکر کنیم. به هر حال مشکل عمو شریف مشکل همه اهالی برف خون است، باید حل بشه. من یه فکری دارم. فرهنگ خان، از خان بابا خبر دارین؟ در حالش خوبه، گاهی هم به هم میل میزنیم. چطور مگه؟ کلید حل مشکلات ما پیش خان بابا. پیش خان بابا؟ شیرین خانم، اول از همه تو چند روز دیگه عمو شریف وارد 85 سالگی میشه. دقیقاً تو یک هفته چی کار میتونیم بکنیم؟ باید باغ پر از درخت انار کنیم. یک کارخونه یه تولید کنسانتره رو را بندازیم. یعنی میگید همه این کارا رو تو مدت یه هفته انجام بدیم؟ آره بچه‌ها، به نظر ما که عملیه. آخه چطور؟ اول باید بریم پیش خان بابا، باغ پدر سه برادر که ده فرسخی ماست. پدرم پیرتون افتادی خان بابا، شما باید یه سر بیاین برف خونه. واقعا نارو که نمیتونم ول کنم به امون خدا. خان بابا، آمدیم چند تا از درخت های واقع قرض بگیریم. قرض؟ آخه قرض برای چی؟ راست میگه خان بابا، میخوایم چند تا از درخت های باغ با خودمون ببریم. بله. چی؟ درخت های باغ رو ببریم؟ مجا میوشم. خان بابا، آمدیم. اونا هاشد دارم میرسن، دارم میرسن. دستتون درد نکنن، عالیه. فرخ، پیچه نوار نقاله رو چک کردی؟ بله. آزر فرهنگ. کیه؟ آمدم. سلام عمو شریف جان. سلام بی سلام، دیگه چی میخوام؟ ما اومدیم از باغمون بازدید کنیم عمو جان. حالا شده باغتون؟ کار خوندین؟ اول باید با وکلای من صحبت کنید. سلام، ما با کلای عمو شریف هستیم. با کلا؟ من سند دارم، باس از باغ من بریم برون. شرمنده تو، ما این کار نمکنم. چی گفته؟ اجازه بدین توضیح میدم. همونطور که میبینین آخرین صفحه سند توضیح داده که عمو شریف باید تا 85 سالگی این باغو احیا میکرد و دستگاه تولید کنسانتره را میداد. ولی تو سند همچین چیزی نیومده آقای وکیل. ساده یه سندت قلابیه یره. چی؟ چقدر شما صداتون قشنگه. ممنون. یه دهن برامون آواز بخونی، خوشگل صدا.
دلم میخواد پر بکشم به آسمونا برم بلبل بشم شهر شهر بزنم شاد آخش خسته شدم از بس ادای زنه رو در آوردم حساب تا میرسم باس من رو باس میخونی کجا دستم به حد برسم اون لشکه کنم اینم از سرمنش تو آقای عمودور اناریان بله اناریان درسته آبجی من اومدم از همدون تشکر کنم شما باغ منو نجات دادی امو شریف ما شما رو دوست داریم رسم همسایه داریم رسم همه برف خونه یاست میخوام جبران کنم به نظر ما بهترین کار برای جبران استخدام جوونا برای کار تو کارخانه یه حتما این کار رو میکنم اون باغ مال همه شماست هم برف خونه باورم نمیشه دوباره باقا صاحب شدم این همت و اتقاب اهانی مفهوم همون نشون میده خب بالاخره حق به حقدار رسید با همت اهالی برفخونه عمو شریف دوباره به باغش رسید به قول نشندان معروف باغ تاباد اناری